محمد اشرفغنی شماری از نشست‌های پیکارهای انتخاباتیش را در نزدیک ارگ ریاست جمهوری برگزار می‌کند، جایی که دیگران به آسانی اجازه داخل شدن به این محوطه را ندارد. در تازه‌ترین رویداد یکی از این نشست‌ها در نزدیک ارگ ریاست جمهوری که در آن شماری از کارمندان دولتی نیز شرکت کرده بودند، تمامی شرکت کنندگان این نشست از دروازه اداره امور داخل این محوطه شده بودند. رئیس جمهور قانون شکن مثل آقای اشرف غنی در تاریخ افغانستان کس بیعت نداره. این با داخل حرق حساب میشه. اگر داخل حرق نیستی دیوارای سمتی چرا گذاشته شده؟ این ما هم میخواییم که در همونجا به حساب یک محفل داشته باشه، ولی از یک طرف بر ما اجازه داده نمیشه. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که محمد اشرفغنی به علت مشکلات امنیتی از آنان برای برگزاری پیکارهایش در این محل اجازه گرفته است. داخل در که نکیگی دوی مونږ نه غوښتنه وکړه چې مونږ اکثره برنامه خپلې د لوی جرګې په خیمه کې ترسره کوو. خلک مونږ سره په تکلیف دي، سرکونه بندیږي، شکایتونه ډېر شوي دي. نو بیا د ادارې امور مخ ته دوی یو ځای دلته چې ټول په د کمپین په مصارفو باندې هم تجیر وهل شوی، هم چوکۍ په کرایه نیول شوي دي. یک روز پیش از این رئیس جمهور در مرکز آموزشی پلیس پروان نیز همایشی برگزار کرده بود و در این نشست نیز شماری از کارمندان دولت به ویژه مشاور رئیس جمهور شرکت کرده بودند. جای امنیتی و اماکن امنیتی اینا جایگاهی بی‌طرف دارند در انتخابات، به هیچ صورت نباید مورد سوء استفاده به نفع تیم خاصی قرار بگیرند. برخی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شرکت و یا پشتیبانی معاون نخست رئیس جمهور و صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت امور خارجه را در پیکارهای انتخاباتی عبدالله عبدالله انتقاد می کند. بایی تیمی که شب یاد داشت می کند دروغ پیدا می کند. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تا کنون 76 مقام حکومتی را به علت پشتیبانی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری جریمه کرده است. اما در این میان نامی از عبدالرشید دوستم، صلاح الدین ربانی، الماس زاهد و عبدالحکیم نجرابی نیستند. پیش از این کمیسیون شاه حسین مرتضوی مشاور رئیس جمهور را جریمه کرده بود و از حق رأی محرومش ساخت.